خب سلام عرض میکنم خدمت همه هموطنان عزیزمون. امروز برنامه داشتم که یک غذای خیلی خاص واسه دوستم امیر به خاطر تولدش بپزم. بعد اسم این غذا رو هم گذاشتم ساندویچ باربیکیو، ساندویچ باربیکیو لام اند بیف، در حقیقت گوسفندی گاوی و مغز استخون گاو. این غذا خیلی خوشمزه هستش، خیلی لذیذه و همچنین پر ویتامین برای اعضای خانواده. قیمتش هم فکر نمی‌کنم خیلی زیاد بشه برای یه خانواده بخواین رو درست کنم. خیلی سبزیجات داره، سیر داره، حتما کرن و بلال میتونیم بهش اضافه کنیم. بسیار غذای هلتی هستش و البته بیکن هم من اضافه میکنم، اینو خودم اد کردم. این غذا اصلش ایتالیایی هست و من اینو به سیستم ایرانی که ما همیشه ایرانی ها علاقه به آتیش و زغال داریم، همه اینا رو توی زغال میخوام درست بکنم و یه ساندویچ خیلی جدیدی از این سبک ارائه بدیم و اینو به نام خودمون ثبتش کنیم. حالا شما رو دعوت میکنم به ادامه این برنامه و نشون میدم که چجوری این رو برای شما میخوام بپزم. خب پختن این غذا دو قسمت داره. یه قسمت سبزیجات هستش که باید باربیکیو بشه و روی زغال پخته بشه و قسمت بعدی استخون گاو هستش و گوشت گوسفند و گوشت گاو بود. خب من از سیر شروع میکنم. سر سیر رو کات میکنیم، داخل فویل میذاریم و در حقیقت یه مقدار آلیو اویل و در حقیقت روغن زیتون بهش میزنیم، نمک و یه مقدار فلفل سیاه. روغن زیتون رو دور سیرم میزنیم، البته میخوایم یه کاری بکنیم که سیر تو خودش بپزه، احتیاج نداره که پوستش همه رو بکنیم و فویل رو به این صورت جمع میکنیم. آماده میشه واسه انداختن توی آتیش. حالا ما میخوایم سبزیجات رو روی باربیکیو بذاریم. اینا رو مستقیما میتونیم روی آتیش بندازیم با این فویلی که درست کردیم. خب یه مقدار اینو میاریمش بالاتر. قارچای بشقابیمون هست، فکر میکنم که 3 دونه داریم، کفایت میکنه. پیازامون هست. پارتی کوچیکی دارم، ولی خب یه مقدار باید تحمل داشته باشین تا این بپزه. قارچا رو اینجا میذاریم، پیاز، سبزیجاتمون هم اینجا میتونه بذاریم کنار، سموکی بشه. فلفل هالوپینومون هست و سورنا پپر که اینا یه مقدار تند هم هست، اگه کسایی که تند دوست دارن میتونن از این استفاده کنم. خب برمیگردیم و بقیه رو بهتون نشون میدیم. بعد از سبزیجات حالا میخوایم که مغز استخونا رو بپزیم. یا چون دیرپز هست ما همزمان با سبزیجات میذاریم داخل باربیکیومون. میتونید به قصابتون بگید که براتون مغز استخون رو از وسط کات کنن به این صورت و شما این مغز استخون رو استفاده میکنید، بقیهش دیگه استخون خالی هست. این خودش یه طعم دهنده است برای این کبابی که میخوایم بذاریم. اینا رو ما همزمان میذاریم و دوباره برمیگردیم خدمتتون. خب حالا باید این گوشتا رو مرینیت کنیم. نمیخواد بذارید خیلی بمونه توی مرینیت، به نظر من همینجا میتونید درجا مرینیتش بکنید با روغن زیتون که روش میتونید بریزید، چون بیشتر طعم این غذا باید به دودی که از روی زغال بلند میشه بیشتر معروفه. به خاطر همین موضوع ما این کار رو انجام میدیم. بعد میتونیم پودر سیر بزنیم به همشون.
اینم هر چقدر دوست دارید میتونید استفاده بکنید. بعد پودر پاپریکا اسموکت میتونیم بزنیم، چون هم معمولی هست هم دودیش هست. من هر دو رو میزنم، این مخلوطی از اسموک و معمولی. من طعم گوسفندی و گاوی رو با هم قاطی کردم که خیلی خوشتم میشه توی ساندویچ، و یه مقدارم فلفل قرمز برای مرینیت کردن این. خب حالا اینا رو ماساژ میدیم. یه مقدار بره تو خورده گوشت. و همین مرحله رو برای پشت این تکرار میکنم. همه گوشت رو برمیگردونیم. روغن زیتون، پاپریکا، پودر سیر، فلفل قرمز و همین. آماده، منتظر میشیم که سبزیجاتمون آماده بشه، بعد گوشت رو میذاریم رو زغال. میریم برمیگردیم و بقیه رو بهتون توضیح میدم. حله سبزیجات ما باربیکیو شده، قارچ ما، پیاز ما، گوجه هامون، فلفل هامون، و اینا رو میخوایم با هم مخلوطش بکنیم. خیلی هم داغه، باید توی محله مواظب باشین یه مقداری بذاری خنک شه. این سیرامون هم آماده شده، تو خودش سرخ شده این سیرا، و آماده است که یه سس خیلی خوشمزه برای ساندویچ شما درست بشه. شما رو با این تنها میذارم و دوباره برمیگردیم برای باربیکیو کردن گوشتا. خب الان این منقل آماده میکنیم واسه گوشتا. یه مقدار پوست سبزیجاتا چسبیده بود، این پوستا دوباره میره داخل زغال و دوباره برمیگرده به طبیعت. از سبزیجات کبابیمون میخواد بره مخلوط بشه و یه سوسی آماده بشه برای کف ساندویچمون. قارچمون هم داره کبابی میشه، اینا هم آماده میشه واسه داخل ساندویچمون. دوستان عزیز وقت بخیر. این سوسی که ما درست میکنیم سیر و فلفل، گوجه فرنگی و یه مقداری از پودرهای مختلفی که ادویه مختلفی که بهش اضافه کردیم رو با این جعفری ما مخلوط میکنیم و اینا رو توی مخلوط کن میریزیم و یه سوسی خیلی خوشمزه ازش ایجاد میشه، درست میشه، و این سس رو ما روی اون گوشتمون اضافه میکنیم و این باعث میشه که خیلی خیلی اون گوشت همه عالی به خودش بگیره. خب حالا سبزیجاتم آماده شد، فرستادیم واسه مخلوط کردن. حالا میخوایم گوشتای گوسفند رو، گاو رو در حقیقت بذاریم اینجا سرخ بشه. خدمت رو عرض کنم که این گوشتای گاویمون هست و گوشتای گوسفندمونم. این استیک ها در حقیقت استیک تاموجری معروفه. خب استیک تاموجری معروفه، در حقیقت یه استخون وسطشه و چربیای خود گوسفند روشه. خیلی هم خوش طعمه. حالا باید منتظر باشیم که اینا بپزه، باید بالا سرش باشیم و منتظر باشیم این مغز و استخونا هم بپزه و در نهایت اینا رو مخلوط میکنه و بهتون نشون میدیم که چجوری میتونید سروش کنید. خب دوستان عزیز، ما الان یه سری بیکن هم اد کردیم برای داخل ساندویچ. مغزمون هم گذاشتیم نزدیک زغال که مقدار در حقیقت بپزه. یه مقدار حرارت رو میاریم بالاتر. گوسفندیار هم آماده کردیم که در حقیقت مغز پخت بشه حسابی. گوسفندیار رو سعی کنید که یه جا بپزید، به خاطر اینکه درجه حرارت پخت اینا با گاویا فرق میکنه، میتونید راحت کنترلش کنید و نسوزید. خب این مرحله گوشت تقریبا آماده شد. اینا گوسفندیاست، باید حواستون به گوسفندیا باشه چون خیلی لطیف جنسش و احتمال داره که بسوزه زود. خدمتتون عرض کنم که ما گوشتا رو برمی‌داریم. یه مقدار گاوی، این گوسفندیا همه آماده است واسه خرد کردن.
یه مقداری بذاریم بپزه. گاوی ها رو میتونیم برداریم، اینا آماده است. میخوایم بریم واسه خرد کردن اینا. در حقیقت بیکن هامون هم آماده است، میتونید بیکن هامون هم بذاریم برای این کنار. و البته استخون هامون نیاز داره که یه مقدار دیگه بپزه، تقریبا داره آماده میشه. وقتی که میبینید که این رنگش عوض شده، نشون میده که در من داره آماده میشه واسه پختن. تقریبا این آماده است، ولی اینا رو میذاریم یه خورده جابجا میکنیم. همیشه یادتون باشه که گوشتا رو با استخونا رو جابجا بکنید واسه پختن کامل. اینم آماده میکنیم واسه یه چند دقیقه بعد میتونی برش. الان میخوام بهتون نشون بدم که چجوری اینا رو برش بزنید. خب یه سری چیپس هست به نام ناچو، ناچو فلفلی هستش، میتونید اینو خریداری بکنید و شروع کنید با این یه مقدار اینو له بکنید روی تخته. این واسه طعم‌دار کردن خیلی عالیه. و یه مقدارم وردنه رو بکشید روش. در حقیقت کرانچی بودن این خیلی خوشمزه میشه. وقتی که ساندویچ رو میخورید این کرانچی میشه زیر زبونتون و خیلی خوشتم میشه. خب این تقریبا آماده هستش. خب این از چیپسامون. خدمتتون عرض کنم پنیر فتا داریم، همین پنیر تبریزی خودمونه، ولی اینو من به صورت مدل دیگه این رو من در حقیقت روی ساندویچ ها میریزم. خب گوشتا رو ما باید این رو شروع کنیم اینا رو خرد کردن و در حقیقت اینو بتونیم داخل این مرینیشنمون بریزیم. خب اینو شروع میکنیم به این صورت خرد کردن و باید تقریبا سلایسی بشه، مربعی بشه. اینا میتونیم اینو برش گردونیم یه مقدار اینجا. خب اینا آماده است، میریم واسه گوسفندی ها و اینا رو هم در حقیقت اسلایسی میکنیم و بر میگردیم بهتون نشون میدیم که چجوری میتونید اینا رو ساندویچ کنید. خب یه سورپرایز دارم واسه اونایی که میخوان این غذا رو درست کنن. ما این در حقیقت ساتور رو از ترکیه تهیه کردیم. ترکیه یا خیلی علاقه زیادی به این نوع ساتور دارن، باعث اینکه کباب زیاد دارن و در حقیقت خیلی با اینا اینو خرد میکنن. من اینو از ترکیه سفارش دادم، حالا دوستانی که از ترکیه میرن میتونن یه دونه از اینا بخرن. این به این صورت میاد اینجا و در حقیقت اینو میگیرن و شروع میکنن گوش رو به این صورت چاپ کردن. و حس خوبی داره وقتی که گوشت رو شما چاپ میکنین زیر این. و این آماده میشه واسه ساندویچ کردن. باید چاپش بکنید، به قطعات کوچکتر تقسیم بکنید که داخل ساندویچتون جا بشه. خب حالا تو این مرحله استخونامون پخته، این مغز استخونامون آماده است. واقعا یه ماده بسیار مقوی واسه بچه هاست. میتونید این رو از قصابی ها تهیه بکنید. این کاملا تو استخون خودش پخته، نمیخواد در حقیقت این رو جای دیگه بپزید، در همین حد کفایت میکنه. و این رو ما با این گوشت کامل مرینیت میکنیم، مخلوطش میکنیم و آمادهش میکنیم برای ساندویچ. برمیگردیم و ساندویچ رو بهتون نشون میدیم. خب الان ما مغز استخونا رو خالی کردیم، حالا باید گوسفندی و بیف رو با اون مغز استخون قاطی بکنیم و در حقیقت آمادش بکنیم واسه گوشت. یه جورایی داره مزه دار میشه. یه دونه لیمو ترش هم براتون اینجا میریزم و این رو بسیار خوش طعمش میکنیم، آماده برای ساندویچمون. ما کف این ساندویچمون آماده است. نون ساندویچمون رو برمیداریم، با آووکادو در حقیقت بهش اضافه میکنیم تو کف ساندویچ. بعد میریم برای این رو گذاشتیم در حقیقت گرم بشه روی زغال. میریم یه مقدار از این گوشتایی که آماده شده، طعم‌دار شده، در حقیقت میریزیم داخل این و دوباره برمیگردیم به میزمون. یه سوسی هستی که در حقیقت سبزیجاتی که براتون درست کرده بودیم و اگر خاطرتون باشه ما مخلوط کردیم. این سبزیجات رو به این اد میکنیم که مخلوط شده به عنوان سوسه. و البته ما بیکن رو هم میتونیم به این اد بکنیم.
خب و یه مقدار از این پودر ناچویی که آماده کرده بودیم میریزیم اینجا و در نهایت پنیر فتامون که همون پنیر تبریزی خودمون هست رو روی این چرخ میکنیم. خب و در آخر سیگنیچرمونم میزنیم و لیمو ترش